خطا بد را میدن ببخشین با من بودین عرض کردم این روزا خطای تلفن هی قطع و وصل میشن تلفن من باتریش تموم شده زیاد تو جریان این قطع و وصل شدنا نیستم قبلا این باتری ها یه هفتش روزی شارژ بودن اما حالا یه روزه شارژشون تموم میشه چراشو نمیفهمم خیلی چیزا با حالا فرق داشتن یادم تو شرکت ما روزی یه انبار جنس پر خالی میشد صبح از این ور کامیون بار خالی میکرد زورش تموم شده بود اما الان جنسایی داریم که از پارسال تا حالا دارن خاک میخورن حاجی من فکر میکنم شما از اون کسایی هستین که خیلی آدم شناسین نظر شما راجبه این دولت جدید چیه؟ به نظر من که رئیس جمهور جدید داره یه خورده اوزار رو بهتر میکنه یه چیزایی میگفت که یعنی میخواد یه قفلی رو وا کنه و یه چرخ به چرخون و یه حرفایی توی مایا شما که آدم شناس هستین میتونین بگین این بابا پای حرفاش وای میسه یا نه اگه خواستش باشه که حتما میشه جلو رفت آره خدا رو شکر این رئیس جمهور یه خار تو چش دشمن امیدوارم چرخای اینترنت هم به حرکت دراره یا قفلش رو وا کنه یا دکمه شو بزنه آقای راننده شما تو مسیرتون طرف دانشگاه میرین؟ بله مسیرمون اون طرفه شما میخوای ثبت نام کنی؟ بله اگه بشه واسه دانشگاه خب شما میتونی خیلی راحت آنلاین ثبت نام کنی آره میدونم ولی صفحش وا نمیشه دیشب تا دیر وقت پشت کامپیوترم نشسته بودم مشکل این دنیا چیه من که سر در نمیارم چرا این جوان نتونه ثبت نام کنه واقعا که مسخره است اینترنت واسه رئیس جمهور و همکارا هیچ مشکلی نداره این روزها هر جا باشن آنلاینن آره تازه خیلی هاشون صفحه فیسبوک هم دارن مسافرها میگن ما دائم میبینیم که اونا با کیا بودن چه غذاهایی خوردن چی کارا کردن پس اینترنت واسه آقایون خوبه ولی واسه بقیه بده مثل سایل های کنار دریا سر در نمیارم این فیسبوک مگه غیر قانونی نیست پس اونا اونجا با خودشون حرف میزنن تازه چطوری میرن رو صفحه هایی که فیلتر شده دفعه دیگه خواستی ثبت نام کنی از رئیس جمهور بپرس از کدوم فیلتر شکن استفاده میکنه گمونم بتونی تو صفحه فیسبوکش ازش بپرسی این بزرگون باید مملکت ما رو سر و سامون بدن خب معلومه که باید بیشتر از بقیه به اینترنت و چیزهای دیگه دسترسی داشته باشن آره درسته اونا با سوار بشخا پرنده بشن و قضاشونم هم خاویار باشه چون کارهای مهم میدارن نه پسر جون اشتباه نکن تو اینترنت چیزای ناجور زیاده تازه قوانین کشور ما با جاهای دیگه فرق داره ما نباید اجازه بدیم استفاده آزادانه از اینترنت بافت جامعه ما رو خراب کنه من آنلاین میشم تا با خانوادم که خارجن صحبت کنم و خبر رو بخونم آخه این کجاش جامعه رو خراب میکنه وسایل ارتباطی ما رو با هم نزدیک میکنه البته اگه خوب کار کنه حاجی شما چی میگین مشکل فقط فیلتر شدن محتوا نیست که مشکل سرعت هم هست منو نگاه باید این همه وقت تو شهر علاف بشم چون سایت وا نمیشه امروز امروز آخر ثبت نامه نمیدونم چرا دولتی ها به ما اعتماد ندارن بابا مردم با اینترنت به کارشون میرسن حالا با این بهونه که امکان داره بعضی ها چیزایی رو که نباید ببینن میبینن اینترنت فیلتر میشه حالا ما چطوری به کسایی اطمینان کنیم که به ما اعتماد ندارن؟ اعتماد باید دو طرفه باشه مثل این جاده ما اجازه داریم روش رانندگی کنیم ولی انقدر باریکه که هممون نمیتونیم از روش رد شیم ورود به نصف مغازه هم که ممنوعه چون یهو یه چیزی میبینیم که جامعه رو خراب میکنه مغازه که خودشون جامعه بعد یه عده به خودشون حق میدن که هر جا میخوام برن و بیان اینطور یک آدم حسش در میاد نه پسر اینترنت پر اکسای زاله است عکس های زاله با محتوای نامناسب حاجی شما این چیزا رو از کجا میدونی؟ حتما شما از این اینترنت های مخصوص داری ها. پسر بزن بغل من همینجا باز پیاده بشم